سلام، خوش اومدین به 167مین شماره از روزنامه سرخابی. امشب چهارشنبه 16 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. کاخ پرسپولیس در آستانه فروپاشی. ستاره های بزرگ با سمیعی تمدید نمی کنند. در پی انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13، شایعاتی مبنی بر کنار گذاشتن جعفر سمیعی و اعضای فعلی هیئت مدیره پرسپولیس شنیده شده و این در حالیه که مشکلات مالی سرخپوشان تهرانی به اوج خود رسیده و بازیکنان این تیم ساز جدایی کوب کردند. سمیعی مدیرعامل باشگاه بعد از حضورش در پرسپولیس مطالبات فصل گذشته سرخپوشان را پرداخت کرده، اما از مطالبات فصل جاری فقط 55% را به حساب بازیکنان واریز کرده. ضمن اینکه باشگاه هنوز هیچ پاداشی بابت بردهای اخیر این تیم و حتی قهرمانی سوپرجام در اختیار بازیکنان تیم قرار نداده که این موضوع منجر به افزایش تنش در رختکن سرخ‌های پایتخت شده تا تعداد زیادی از ستاره‌های بزرگ پرسپولیس که قراردادشون در آستانه اتمامه در اقدامی دست جمعی خبر از جدایی بدن. یکی از این بازیکنان احمد نوراللهیه، چهره‌ای که تندترین مصاحبه را علیه مدیران پرسپولیس انجام داده و گفته شده حاضر نیست قراردادش رو با مدیریت فعلی تمدید کنه تا جزو اولین نفرات خروجی سرخ‌ها لقب بگیره. مگه اینکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر و تحول در پرسپولیس پس از روی کار اومدن دولت جدید وارد فاز عملیاتی بشه. قمار بزرگ مددی، خط قرمز مدیر عامل روی اسم دو ستاره. باشگاه استقلال با مدیریت احمد مددی، مرد جنجالی این روزهای آبی‌ها، در آستانه از دست دادن دو ستاره مهم خارجیش قرار داره. هرچند مددی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد شیخ دیاباته و هروی میلیچ تمدید خواهد شد یا خیر، گفته در پایان فصل در خصوص اونها تصمیم گیری خواهند کرد، اما خبرهای رسیده از اردوگاه آبی‌های پایتخت حاکی از اونه که مددی هیچ تمایلی به تمدید قرارداد این دو بازیکن نداره. دلیل اصلی این تصمیم هم بر اساس شنیده ها دستمزد این دو ستاره و بار مالیشون برای باشگاه استقلال بوده. عجیب این که دیاباته و میلیچ هر دو از این موضوع مطلع شدند و به همین بهانه از استقلال به فیفا شکایت کردند. در این بین هواداران استقلال به دامنه اعتراضات خود علیه مدیرعامل افزودند و خواستار تغییر سیاست مسئولان باشگاه در خصوص بازیکنان و کادر فنی شدند. این فعل و انفعالات در حالی رخ میده که آبی پوشان پایتخت باید برای جدال حساس و سرنوشت ساز با الهلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا آماده بشن و قطعاً بدون این دو ستاره کار سختی رو در مصاف با نماینده عربستان پیش رو خواهند داشت. شکایت پرسپولیس از سپاهان، گل اصفهانی‌ها باید مردود شود. باشگاه پرسپولیس بعد از پایان مسابقات هفته 26 و اتفاقاتی که در جدال سپاهان و پیکان رخ داد، با توجه به گل مشکوک اصفهانی‌ها تصمیم گرفته طی نامه‌ای شکایت خودش رو به اتفاقات شکل گرفته اعلام کنه. زردپوشان اصفهانی روز گذشته در تقابل با خودروسازان با گل مشکوک به آفساید احسان حاجصفی موفق شدند به تساوی برابر حریف خود دست پیدا کنند. اکنون سرخپوشان تهرانی مدعی‌اند این گل مردود و نتیجه کسب شده برخلاف بازی جوان مردانه بوده و خواستار نظارت لازم کمیته داوران در حفظ سلامت مسابقات شدند. درخواست جنجالی سپاهانی‌ها، بازی را 3-0 کنید. پس از پایان مسابقه تیم‌های سپاهان و پیکان، علاوه بر اعتراض خودروسازان و باشگاه پرسپولیس بر سر گل مشکوک طلایی پوشان، پای یک موضوع حاشیه‌ای دیگه هم به ماجرا باز شده و اون اعتقاد نماینده اصفهان مبنی بر استفاده پیکان از بازیکن غیر مجازه. سپاهانی‌ها معتقدند سامان فلاح، بازیکن تیم فوتبال پیکان، محروم و حضورش در این جدال غیر قانونی بوده. امیر صادقی پناه مدیر رسانه‌ای باشگاه پیکان اما با رد این ادعا گفت سامان قطعاً با محرومیت مواجه نبوده. این بازیکن در هفته 14 مقابل ماشینسازی در تبریز دو کارت زرد از داور مسابقه دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد. طبق قوانین محرومیت دو اخطاری که منجر به کارت قرمز میشه دیگه به صورت مجزا مورد محاسبه قرار نمیگیرند. شروط امیری برای تمدید 5 میلیارد با قراردادی 2 ساله.
وحید امیری ستاره ملی پوش پرسپولیس به مسئولان سرخپوشان پایتخت اعلام کرده تنها به شرطی که باشگاه خواسته مالی اون رو تامین و با پیشنهاد قرارداد 2 سالش موافقت کنه حاضر به تمدید قرارداد خواهد بود. گویا خواسته مالی امیری با قرارداد امسال اون تفاوت چندانی نداره، اما شنیده ها حکایت از درخواست بیش از 5 میلیارد تومانی این بازیکن ملی پوش داره. بازیکنی که با وجود 33 سال سن هنوز از کیفیت بالایی بهره میبره و در صورت تحقق شروطش در پرسپولیس موندگار خواهد شد. معمای کنعانی زادگان، حضور غیرقانونی یا مجاز؟ باشگاه فولاد خوزستان ساعتی پیش به صورت رسمی با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ نسبت به حضور محمد حسین کنعانی زادگان در بازی روز گذشته این تیم مقابل پرسپولیس اعتراض کرد. درست پس از جدال دو تیم بود که در فضای مجازی و برخی از کانال‌های تلگرامی شایعه‌هایی در خصوص محرومیت کنعانی زادگان و حضور غیرقانونی این مدافع در ترکیب سرخپوشان بر سر زبون‌ها افتاد. طبق ادعای مطرح شده، مدافع پرسپولیس به دلیل محرومیت نباید در بازی با فولاد به میدون می‌رفته. باشگاه فولاد بعد از شایعات مطرح شده در فضای مجازی با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ خواستار بررسی تخلف احتمالی شد. علیرضا اشرف مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس اما در این خصوص توضیحات کاملی ارائه کرد و گفت محمد حسین کنعانی زادگان بجز 4 بازی مذکور در نامه فولاد در دیدار پرسپولیس مقابل زوباهن از هفته 6 هم کارت زرد دریافت کرد و بر همین اساس در جدال با آلومینیوم محروم شد. بنابراین حالا 5 کارت است و برای محرومیت بعدی تا پایان فصل باید 2 کارت زرد دیگه بگیره و حضورش در بازی با فولاد بدون ایراد بوده. آل کثیر دربی را از دست می‌دهد؟ عیسی آل کثیر مهاجم گلزن باشگاه پرسپولیس به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ به احتمال فراوان حداقل 2 بازی بعدی سرخپوشان تهرانی را از دست خواهد داد. بر اساس خبرهای رسیده تعداد روزهای غیبت عیسی بستگی به نوع کشیدگی عضله همسترینگ داره. مصدومیتی که با در نظر گرفتن مورد مشابه اون یعنی مصدومیت وحید امیری چیزی در حدود 2 هفته تا 1 ماه زمان میبره. از این رو به نظر میرسه یحیی گل محمدی در جدال با آلومینیوم و از اون مهمتر در دیدار جام حذفی مقابل استقلال در دربی بزرگ پایتخت قادر به استفاده از آل کثیر نخواهد بود. واکنش افشاریان به قضاوت فقانی در دربی. خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال انتخاب علیرضا فقانی برای قضاوت دربی جام حذفی اظهار داشت: هنوز درباره دربی هیچ تصمیمی نگرفتیم. به حدی بازی‌های لیگ برتر و لیگ دست اول حساسه که درباره انتخاب داوران دیدارهای جام حذفی فکر نکردیم. افشاریان درباره اینکه با توجه به حضور فقانی در استرالیا، آیا در صورتی که این داور برای قضاوت دربی انتخاب بشه، شرایط لازم برای سفرش به کشورمون وجود داره یا خیر گفت: اگه قرار باشه فقانی رو برای قضاوت این بازی انتخاب کنیم، میتونیم به راحتی اون رو به کشورمون بیاریم. جدایی علی بیرو از آنتورپ قطعی شد. بررسی رسانه‌های بلژیک نشون میده جدایی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران از باشگاه آنتورپ جدیه و این باشگاه قصدی برای حفظ سنگربان سابق باشگاه پرسپولیس نداره. در همین راستا بعضی از رسانه‌های بلژیکی مدعی شدند آنتورپ به دنبال بازیابی و زنده کردن مبلغ 600 هزار یورویی که روی بیرانوند سرمایه گذاری کرده. همون مبلغی که برای گرفتن رضایت‌نامه بیرانوند به سرخپوشان تهرانی پرداخته و حالا با عدم درخشش علی بیرو باشگاه بلژیکی رو به فکر جبران انداخته. صیاد منش جانشین رضایی در کلوب بروژ. اللهیار صیاد منش مهاجم ایرانی تیم فوتبال زوریا لوهانسک اوکراین بر اساس ادعای رسانه‌های بلژیکی مورد توجه باشگاه کلوب بروژ قرار گرفته و احتمال داره جایگزین کاوه رضایی در این تیم بشه. قرارداد قرضی صیاد منش با زوریا تا نیم فصل آینده اعتبار داره و گفته میشه این باشگاه تلاش‌هایی برای دائمی کردن این قرارداد انجام داده، اما تاکنون موفق به نهایی کردن اون نشده. یاوس صابونچی اوغلو خبرنگار و مجری مطرح ورزشی ترکیه امروز با انتشار پیامی مدعی شد که باشگاه کلوب بروژ بلژیک جذب صیاد منش رو قطعی میدونه.
نه بزرگ عابدزاده به تیم‌های داخلی. امیر عابدزاده دروازه‌بان و لژیونر موفق تیم ملی ایران که طی چند فصل اخیر عملکرد درخشانی در لیگ پرتغال و باشگاه ماریتیمو داشته، با پیشنهادات خوبی از چند تیم داخلی روبرو شده. با این وجود گویا عابدزاده تصمیم گرفته در اروپا به کار خود ادامه بده و در همین راستا هم به پیشنهاد قابل توجه چند باشگاه مطرح در لیگ برتر ایران پاسخ منفی داده. امیر سالهاست که در فوتبال اروپا توپ میزنه و در این مدت پیشرفت قابل توجهی را از خود به اثبات رسونده.